با نگاهی به فیسبوک متوجه میشیم که پیام‌های مختلفی درباره وضعیت رژیم اون رو پر کرده. چند تایی از اونها رو با هم ببینیم. کاربری در مورد عملکرد باندهای مختلف رژیم در آستانه انتخابات نوشته: اینها که طی سالیان درازی دستشان در خون بهترین جوانان ایران زمین آلوده بوده و هر دو مستقیماً در کشتارهای دهه 60 نقش داشتند، این بار در ادامه سریال 8 ساله خاتمی به میدان آمدند تا فشارهای مردم بر حاکمیت را کاهش دهند و پتانسیل انقلابی آنان را در سمت و سوی تحکیم پایه‌های نظام جهت دهند. کاربر دیگه در مورد آثار تحریم ها علیه رژیم و پیامدهای تهدید بستن تنگه هرمز اینطور نوشته: اگر خودم با چشمان خودم نمی دیدم باورم نمی شد. در 2 ساعت حضورم قفسه های اجناس در یک فروشگاه برای بار ششم خالی و پر شدند. از مردم هم شنیدم که می گفتند قرار قحطی بشه و اگر تنگه هرمز بسته بشه راه ارتباطی نداریم و هیچی پیدا نمی شه بخوریم و آمریکا دیگه امروز و فرداست که حمله کنه. اما کاربری نکته جالبی رو درباره تلاش‌های بی‌حاصل رژیم برای جمع کردن آنتن‌های ماهواره‌ای نوشته و عکس جالبی رو هم در همین رابطه درج کرده. این کاربر در کامنت خودش نوشته: گیرم که آنتن‌ها را جمع می‌کنید، با رویش ناگزیر ماهیتابه چه خاکی بر سر ولی فقیه می‌ریزید. خبر دیگری درباره هزینه سرسام‌آور سران رژیم و آزاده‌های اون افشاگری کرده و اینطور نوشته: چندی پیش اخباری به دست اومد مبنی بر اینکه پسر بزرگتر محمود احمدی نژاد یعنی مهدی در حال تحصیل در شعبه دانشگاه شریف واحد کیش در مقطع دکترا است. پس از پیگیری‌های انجام شده معلوم گردید که هزینه تحصیل تمامی رشته‌های دکترا در واحد کیش دانشگاه شریف نزدیک به 20 میلیون تومان در هر ترم. بنابر ادعای دی نیوز، محل سکونت مهدی احمدی نژاد هم در یکی از بهترین مکان‌های جزیره کیش بوده و در همین برج نیز 2 واحد برای همراهان پسر رئیس جمهور تهیه شده. این شرکت که محل زندگی مهدی احمدی نژاد را تهیه کرده، از بزرگترین مؤسسات و پیمانکاران جزیره کیش بوده. همچنین اخبار تایید نشده هم از تحسین همسر مهدی احمدی نژاد یعنی دختر اسفندیار رحیم مشایی در این واحد حکایت داره. کاربری هم به خطر هسته‌ای رژیم اشاره کرده و نوشته: ما خواهان سرنگونی ولایت فقیه و جمهوری اسلامی هستیم، چون هر روز دست به جنایت علیه بشریت میزنند. اگر که به بمب دست پیدا کنند که وحشتناک است، آن موقع تا ابد حکومت می کنند. ماندن جمهوری اسلامی با بمب اتم برای جهان خطر دارد. مرگ بر عصر ولایت فقیه وقیه. اجازه بدید نگاهی به فیسبوک رو با عباراتی زیبا و ادبی از یک کاربر به پایان ببریم. اون نوشته: آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی، دست خود به جان شستم از برای آزادی. آی آدم ها، در پی آن همه خون که بر این خاک چکید، ننگ من باد این جان، شرم من باد این نام، ما نشستیم و تماشا کردیم. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. همراه شو عزیز، زندانیان سیاسی آزاد باید گردند. مرگ بر دیکتاتور. من به هیچ عنوان در انتخابات شرکت نمی کنم. گرچه شب تاریک است، دل قوی دار، سحر نزدیک است.